همین زمینه با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، ابتدا از دستور کار نشست ناتو در برلین بشنویم ازت و علت مخالفت علنی ترکیه با عضویت فنلاند در ناتو. بله، خب نشست از دیشب که خب با ورود وزرای خارجه به برلین آغاز شد ادامه داره و امروز هم از دقایقی پیش نشستی که به صورت غیر رسمی هست آغاز شده. خب دستور کارهای عدیده‌ای داره اینجور نشست ها، اما شاید سه دستور کار اصلی نشست بخوام بهش نام ببرم، خب شاید مهمترین اون عضویت فنلاند و سوئد در ناتو هستش. بعدیش میتونه در واقع مرتبط باشه به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین باشه و حمایت هایی که اعضای ناتو میتونن از اوکراین داشته باشن، حمایت های بیشتر و همچنین اقداماتی که میتونه ناتو در برای موجودیت خودش و کشورهای عضو انجام بده و در نهایت هم تدوین سند مفهوم استراتژیک ناتو هستش که بسیار مهم هست این سند و در واقع در این سند قرار هستش که رویکرد جدید ناتو در قبال کشورهای روسیه و چین تدوین بشه و اقداماتی که میتونن در آینده کشورهای عضو ناتو در مقابل این دو کشور انجام بدن و قرار هستش که این سند تدوین بشه و در نشست سران عضو ناتو در مادرید که در 26 تا 28 ماه ژوئن خواهد بود در اونجا به تصویب سران کشورهای عضو ناتو برسه. اما خب ترکیه همچنان تا دیشب مخالف پیوستن این دو کشور بود، چرا که معتقد سوئد و فنلاند از گروه حزب کارگران کردستان موسوم به PKK حمایت میکنه و معتقده که این گروه ها تروریستی هستن و نباید که این دوتا کشور نمیتونن که عضو بشن. ولی خب تا دیشب صحبت های با وزیر خارجه ترکیه شده و اونها اعلام کردن که روند گفتگوها مثبت بود و احتمالاً در چند روز آینده عضویت این دو کشور اعلام خواهد شد. احمد، حین صحبت شما تصاویر زنده میدیدیم از نشست خبری مشترکی که رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند دارن درباره همین اقدام به خبرنگاران توضیح میدن. اما طبیعتاً روسیه هم با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو مخالفه. کمی از واکنش های مقامات کرملین به ما بگو. خب طبیعتاً روسیه اعلام کرده که این اقدام ضد امنیت ملی این کشور هست، چرا که خب 830 مایل مرزهای روسیه با فنلاند هست و از 14 کشوری که همسایه روسیه هستند با پیوستن فنلاند میشه 5 کشور عضو ناتو میشن که در واقع افزایش پیدا میکنه، دو برابر میشه مرزهای ناتو با روسیه. و خب روسیه اعلام کرده که اگر چنین اتفاقی بیفته اقدامات تلافی جنین از جمله اقدامات نظامی و اقدامات دیگری که ماهیت‌های مختلفی خواهد داشت انجام خواهد داد. با این حال فنلاند و سوئد اعلام کردند که بعد از تجاوز روسیه به اوکراین اونها معتقدند که امنیت اونها به خطر افتاده و این ناتو هستش که میتونه از اونها حمایت بکنه و بر همین اساس هم مصر هستند که به ناتو بپیوندند. سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. همکارم احمد صمدی، خبرنگار ایران اینترنشنال، برلین.